بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين. بنندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحالم که با تقدیم برنامه دیگری از برنامه های اقرأ در خدمت شما بنندگان عزیز قرار دارم. موضوع امروزی برنامه من مقتضای فکری لا اله الا الله است و انشاءالله به این مبحث خواهیم پرداخت و همچنین تماس های بینندگان عزیز در پیوند به این مسئله و یا مسائل دیگری، با ویژه ماه مبارک رمضان نزدیک شده که ما در آستانه او قرار داریم، پرسش های متعلق به ایرم خواد داشتیم انشاءالله. به هر حال ما مباحث مختلفی را در رابطه به مقتضیات و خواسته های لا اله الا الله داشتیم، حالا رسیدیم پیرامون مقتضای فکری لا اله الا الله. در این هیچ شک و گمانی نیست که مسلمان تصور و نگاه ویژه‌ای نسبت به جهان و نسبت به انسان و نسبت به هستی داره. دوباره تکرار میکنم، در این هیچ شک نیست که انسان مسلمان تصور و نگاه ویژه‌ای نسبت به انسان، نسبت به زندگی، نسبت به جهان هستی و نسبت به خدا داره. این تصور و این تفکر و این نوع نگاه با تفکر و نوع نگاه دیگری که جاهلی است تحت هر نام و نشانی که یاد میشه فرق داره. به همین لحاظ ما میبینیم که نگاه مؤمن و غیر مؤمن نسبت به هستی، نسبت به انسان، نسبت به ارزشها، نسبت به هنجارها و دیگر مسائل فرق داره. بنابراین مؤمن روش اندیشیدنش با غیر مؤمن فرق داره و تفاوت داره، به این معنا که انسان مؤمن یک همانگونه که در تفکر و همانگونه که در مباحث اخلاقی، تعبدی، ایمانی و تشریعی و قانونگذاری از لا اله الا الله دستور میگیره، یا به تعبیر دیگر از کتاب خدا و سنت رسول الله استمداد می جوید و همه اینها آبش، خروش، سرچشمش اونجاست، در مباحث متعلق به اندیشیدن و فکر کردن هم انسان مؤمن روش و قالب فکرش و گونه اندیشیدنش از کتاب خدا و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گیره. اما ای به این معنا نیست که در یک تماس داریم، خواهری از شهر مزار شریف، بله بفرمایید. بله، سلام علیکم. علیکم السلام خواهر عزیز، اسمتان؟ اسم زرمینه است، مزار شریف. زرمینه خواهر، بفرمایید، در خدمت هستیم. حالا یک سلام برد میگم. علیکم السلام خواهر. من یک سوال دارم. بفرمایید خواهر عزیز. یک سوال دارم، شوهرم زیاد تنی طوره خراب میکنم، ما دیگه تدن شش رو اولادم دیگه همطور ماندیم، هیچ دیگه توجه به اولادش ندارم. ما یک سوال از تو میگنم که ما دیگه تو خچ مچ مانم، هم ایتا به طوره که تا تو دخترها گرد میزنم، یک دختر است، ما امور چیز میکنم به طوره برد میگم نگیرم که باش خچ مصرف هنی کورس مصارف هنی اولاده این رو پردازم از کجا دیگه من پیدا کنم؟ مدرسه میرن دختره که قرآن شریف چیز میخوانن، ما با موتر میگیرم که با ملا میتونین ما چیز درد میگیرم میزنم اینه تاویز میگیرم ما مورم مدرسه و چیز اشتخواه مرای میتونم با موتر قنر یک سوال کردم که ما چطور کنم؟ ما داخل گناه میشم، ما چطور میشم؟ ما سوالتان یک قسمت چه گرفتیم که شما شوهرتون کارهای خراب میکنه، ولی من نفهمیدم چه کارهای خراب میکنه، و بعد قسمت دومی سوالتان نفهمیدم که شوهرتان آیا میخواه عروسی دوم کنه؟ یعنی عروسی دوم کردن دخترها دیگه گپ میزنه کل پیسه ها تنگیش مصارف دخترها میکنه با ما خرچ مد نمیتن شما... نمیتن و ما همه تو بازیش دادن میرم، میگم من میگرم اینه تاویز میگرم پیش ملا میرم، من مو پیسه را میگرم مصارف اولادای من میکنم که مدرسه میرن در قرآن شریف مکتب میرن چیز مصارف اولادای ما زمو پیسه میتم. خب خب باید به دروغ برازی میگم، من این حالا میدم میگم ما داخل گناه میشم چطور کنم؟ من میدم
خوب است، خوب است. شما خواهر عزیز با برنامه باشین، صحبت میکنیم. خواهرمان از شهر مزار شریف تماس گرفتن و چنان که خودشان گفتن، البته ما بر مبنای گپایی را که میگیم بینندگان عزیز، من یک ملاحظه را قبل از همه بگم. آنچه را که ما میگیم، البته بنابری آنچه که بینندگان عزیز عرض میکنن که اینطوری یک گپ است، ما فرض میکنیم که رقمی یک گپ است، باز بر مبنای از او نظریات و دیدگاه های خدا در پرتوی آیات و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگیم و مسئولیت درست بودن و درست نبودن قضایا تعلق میگیره به خود بینندگان عزیز. نسیمه خواهر از شهر کابل تماس دارن، بفرمایید خواهر. استاد محترم سلام علیکم، مات شما بخیر. سلامت باشین خواهر عزیز، خوش آمدید. خوش باشین. بخش استاد محترم، دو سوال داشتم درباره نماز پیشین است. یک در رکعت است، در رکعت که میخوانیم ما بین سنت و فرض است پر خالص نه؟ یعنی آیات هایش یک بار ما بگیم در پر و خالی کدام آیات خواندن، یا دومی که اگر نماز مکمل خلاص سلام نگر داریم یا که چار چار رکعت بعد. یک بخش سوال تا نفهمیدم، قسمت اخیر تا نفهمیدم که اگر نماز قضا میشه چی کرده؟ نه خیر، در باره قضا درباره نماز پیشین چهار رکعت فرض است، چهار رکعت سنت است. بله. در نمازهای سنت کدام سوره ها خوانده میشه و در نماز فرض کدام سوره ها خوانده میشه؟ و دیگه سلام که ما میگردیم کل نماز خلاص میشه سلام میگردیم یا که چهار چهار رکعت بعد؟ خوب است، شما با برنامه باشین صحبت میکنید. خب خواهر زرمینه از شهر مزار شریف تماس گرفتن، گفتن که شوهرشان ازدواج دوم کردن و به اینها و به اولادهایشان نفقه نمیتن. خواهر عزیز، نفقه شما بالای شوهرتان فرض است، واجب است. شما میتونین که نفقه تان بگیرین، اگر به شما نفقه نمیتن شما میتونین که مجبورش بکنین از طریق محکمه و از طریق ارگانهای دولتی. شما حق دارین، حق شرعی شماست، از طریق ملای مسجد تان اول تلاش بکنین حل شوه. اگر چرا وقتی شما به محکمه مراجعه میکنین گاهی عقده میگیرن در برابر شما، این حق شرعی شماست، هیچ کسی نمیتونه که حق از شما بگیره. و اما ای که شما مثلا به بهانه های دیگر از او پول میگیرین و بعد او را در نفقه اولادتان به مصرف میرسونین، اگر بله برادر به نام اقبال تماس دارن. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام، خوش آمدین. خوش باشید استاد محترم، یک سوال داشتم. بفرمایید برادر عزیز. اقبال برادر، صدای باری قسمت تقدیر اکبر ما معلومات بدین، چون کسی اگان کارم میکنم، مثلا من کارم میکنم یگان تا میگه که این قسمت شما بود، این کار میشد باید صد صد میشد. نفتم باشد شما یک معلومات بگیم که این باره قسمت تقدیر چه رقمه. خوب است، شما با برنامه باشین صحبت میکنیم. پاسخ خواهر زرمینه بودیم. خواهر عزیز، اما ای که او شوهر دوم گرفته، در صورتی که بتانه عدالت بکنه، یعنی اسلام وقتی که به مرد میگه که شما میتونین که همسر دوم الی تا چهارم بگیرین، این مطلق نیست، یعنی بی قید و بند نیست. شرط اساسی و بنیادیش اینست که عدالت بکنین. فاین خفتم الا تعدیل و فواحده، اگر ترسیدین که عدالت کردن میتونین یکی بگیرین. وقتی او در برابر شما بی عدالتی میکنه و نفقه نمیده، قطعا خداوند در روز قیامت از این میپرسه و طبعا این کارم کسی کرده که نه به خدا و نه به ارزش های اخلاقی ما پایبند نیست. برادر دیگری به نام امان الله از پلی چرخی، بله بفرماین. بله بله بفرماین برادر عزیز. مالش ما دو نظام داشت، من با تلفنی قید اقترا با تماس بلم، بالاخره یک
دختر تو ما دعوت به دولت اضافه کسری ما را ابراهیم ثانی مود پر چاره پاندی شید. امان الله برادر، اول صدای تلویزیون تو پخش بکنین با صحبت بکنین که تلویزیون نداریم. خب صدای تو پس دوباره ما میشنویم، بفرمایید. ما گفتم بله. ما تو تا زن داشتیم مولوی صاحب. بله. تو تا زن داشتیم که تمی دختر رو با تمام تلفن بازی و تلفن برای یک دختر سری ما طلاق شد. خب یک دختر طلاق سری ما به دولت آمد، دولت پدری و عریضه کرد، دیگه کرد که دخترم 47 ساله است. باز گفت که ما تره میگیرم با ما اوجه در دولت مستاد شده، من دومه زن دارم، من دختر این نگیدیم رویشم دیگهشم. بالاخره من زوره من نگرفتم، یک سال قید داد من در مواقع پلی چرخی هستم. خب یک سال قید دارم، دمی بندشیدن من خرچی و شتکای من خرچی همیده تا زنم هم میرسانم. بله. خب این حالی من دختر نگرفتیم، هم دیگه هم نکردیم. چرا ما چرا هم زیر گناستم نیستم، ما دختر نگرفتیم، خطیش کاری بعد هم نکردیم. خب روابط داشتین امرایش؟ نه، با تلفنی با تماس بودیم. خب روابط داشتین امرایش، اما خوبه با برنامه باشین صحبت میکنیم. خب بینندگان عزیز، یک وقفه داریم، دوباره برمیگردیم. بینندگان عزیز، مجدداً به برنامه خوش آمدید. موضوع امروزی برنامه من مقتضای فکری لا اله الا الله است. اما پیش از پرداختن به این موضوع با چند پرسشی از بینندگان عزیز که دریافت کردیم میپردازیم. خب برمیگردیم به پرسش نخستین. خواهر عزیز ارمینه از مزار شریف تماس گرفتین. بخش اول سوالتان را باز تکرار میکنم که نفقه شما و فرزندانتان بالای شوهرتان واجب است، فرض است، شما حق دارین که ایره بگیرین. اگر اونا به خوشی نمیتن، شما حق دارین که به محاکم مراجعه بکنین. و انسانهای این گونه ای که از خدا نمیترسن و به اصطلاح روابط نامشروع با دیگر را دارن، اینا طبعا شما حق دارین که ازشان مطالبه بکنین از طریق دولت، از طریق ارگانهای دولتی. به هر حال این درست است که دولت ما مشکلات زیادی داره، اما به هر حال باز هم دست کم افرادی وجود دارن که به این قضایا برسن. اما بخش دومتان که شما به دروغ به اون مسائل میگین، از پیش پول میگیرین، از این کارتان دست بکشین، برش بگین که من بالایت حق دارم، اولادایم بالایم حق داره. اما شما هم به دلیل از اینکه او شوهر دوم گرفته، زن دوم گرفته، زندگی را سرش دوزخ و جهنم نسازین، حق شست، اما حق مطلقش نیست. به این معنا که در صورت حقش است ازدواج دوم که بتوانه عدالت را رعایت بکنه. خواهر نسیمه از کابل تماس گرفتن، گفتن نماز پیشین که در رکعت است، در رکعت هایی که فرض است چی خوانده میشه و در سنت چی خوانده میشه؟ خواهر عزیز، نماز فرض عمدتاً چی 4 رکعت باشه، چی 3 رکعت باشه، 2 رکعت اولش پر خوانده میشه، رکعت دومش خالی خوانده میشه. خب یک تماس دیگه داریم، دوباره برمیگردیم. بله بفرمایید. بله سلام. علیکم السلام. اسمتان خواهر عزیز از کجا به تماس شد؟ تجلا از مزار شریف. بفرمایید خواهر عزیز. عزیز مرد سوال داشت شما یک نگه کسی از رفا صدایتان خواهر عزیز، خواهر عزیز صدایتان جر می آید، قطع وصل می آید، مگر گفته نتانستم. دوباره سوالتان بکنیم. ما گفتم یک لک 30,000 تا پیسه نخ دارم، یک 80-90 دیرم طلا، یک طلا یک اندازش اگر 50 گرمش استفاده نکنم داری خانه اگان اینجا گرامش ماندگی سمرقانی امرو یک لک و 30,000 تا من گفتم پیدا زکاتش چقدر میشه، طلا جدا میشه یا پیسه طلا دیشه یک زکات میشه؟ طلا چقدر دارین؟ یک لک بیرون طلا دارم، یک لک 30,000 تا پیسه نخ. چقدر؟ یک لک 30,000 تا. یک لک 30,000 نقد دارین، طلا چقدر دارین؟ 90 گرم طلا. 90 گرم طلا دارین. درست است، با برنامه باشین صحبت میکنیم. خب با سوال خواهر نسیمه از کابل بریم. نمازهای فرض خواهر عزیز
دو رکعت اولش پر خوانده میشه، یعنی سوره فاتحه خوانده میشه، یعنی الحمدلله رب العالمین تا آخر، و در ضمنش یک سوره دیگه. هر سوره ای که بخونین مشکلی نیست. و نمازهای سنت که چه دو رکعت باشه چه چهار رکعت باشه، در هر چهارش پر خوانده میشه، یعنی بعد از اینکه الحمد میخوانی یک سوره دیگر هم همراهش میخوانی، هیچ مشکلی نداره که هر سوره ای را بخونین. اما سوره هایی را که در فرض خوندین اگر در سنت هم بخونین مشکلی نداره، با قدر توانتان هر سوره ای را که میخونین مشکلی نداره. سوال دیگه تانی بود که آیا آدم در آخر ده رکعت سلام بوته یا نه در همه هر چهار رکعت که خوان سلام بوته؟ خواهر عزیز، وقتی که شما چهار رکعت سنت خواندین سلام میتین، باز چهار رکعت فرض میخونین باز سلام میتین، باز دو رکعت سنت میخونین باز سلام میتین. خب برادر دیگری به نام اقبال پرسان کردن که در مورد قسمت و تقدیر پرسان کردن. خب این یکی از مباحث پیچیده متاسفانه در فلسفه اسلامی و در فکر و اندیشه اسلامی شده، و دلیلش هم همو دلیلش بوده که متاسفانه ما از فضای فکری قرآن و سنت که بسیار ساده و آسان بوده دور شدیم، و منطق و فلسفه یونان وقت وارد سرزمین‌های اسلامی شده برای ما این مشکلات رو پیش آورده. خب یک تماس دیگه داریم، کاملا خواهر از سمنگان بفرمایید. بله سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ سلامت باشین خواهر عزیز، خوش آمدین، بفرمایید. خوش باشین برادر، یک دو سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولی همین که نماز صبح تا چند بجه صبح میباشه؟ بعضی اوقات است که ما در خواب میمانیم بیدار میشیم یک کمی هوا روشن شده، میشه تا چند بجه صبح به این نماز صبح میشه؟ و سوال گرفتین شما؟ بله گرفتم. سوال دوم همین که دیگه خانم ما دیافتر پیرانایی که مثل مردانه هستن برایشان چاک می باشن، یعنی او را که ما بپوشیم نماز بخوانیم نماز ما میشه یا نمیشه؟ بله من سوال دوم تانه نگرفتم خواهر عزیز. بعضی پیرانای خانم هستن که پنجابی هست دو طرفیش چاک هست، بله، اگر بله. ما او را نماز بخوانیم نماز ما میشه یا نمیشه؟ خب با پنجابی نماز میشه یا نه؟ صحیح صحیح. بله بله. با برنامه باشین. بینندگان عزیز یک وقفه داریم، دوباره برمیگردیم. بینندگان عزیز مجددا به برنامه خوش آمدید. موضوع برنامه من مقتضای فکری لا اله الا الله است، اما هنوز در پرسش های بینندگان عزیز قرار داریم. خب اقبال برادر در مورد قسمت و تقدیر پرسان کردن. به هر حال برادر عزیز بسیار به زبان ساده و دور از فلسفه و پیچیدگی های فلسفه، تقدیر معنای ساده شیست که خداوند همه چیز در عالم هستی مطابق یک نظم و یک قانون مشخص معین خلق کرده است. یعنی هیچ چیزی فارغ از نظم، فارغ از قانون نیست. و خلق کل شیء فقدره تقدیرا. اما چون ما مؤمنان معتقد هستیم که خدا وقت عالم هستی را خلق کرد و آنچه که در عالم هستی رخ می‌دهد، هیچ چیزی بدون اجازه او به وقوع نمی پیوندد، بنابراین خداوند همه چیز را تأیید کرده است. اما معنای تقدیر به هیچ وجه جبر نیست، یعنی به این معنا نیست که یک کار اگر ما نخواسته باشیم، اراده نکرده باشیم، او را خداوند مجبور بکنه ما را که انجام بدیم، بلکه آنچه را که ما در حال انجام میتیم، آنچه را که فعلا ما انجام میتیم در گذشته، همی انتخاب ما را الله تایید کرده، همی را اوکی کرده. با عرض معذرت بنندگان عزیز، معنای ساده تقدیر همین است. یعنی آنچه را که ما امروز انجام میتیم، اختیار و انتخاب امروزی ما را الله سبحانه و تعالی در گذشته تایید کرده. چرا؟ آنچه را که ما انجام میتیم اگر خدا او را تایید نکنه، او با وقوع نمی پیونده. برادر دیگری برای محب الله تماس دارن. بله بفرماین.
بله سلام علیکم. علیکم السلام برادر عزیز، خوش آمدید. چی حال داری مولای سر؟ خوب هستی؟ خوش باشم برادر عزیز، بخیر، بفرمایید. نام ترانوی باشا یک مانده بودم به نام حدیث. به نام چی؟ حدیث. خوب. به نام حدیث مانده بودم، یکم تو مگه نام دخترانه از بودم باشه یک سوال کنم. خوب هست، شما با برنامه باشین سوال. لذا معنای فشرده تقدیر همی است، یعنی آنچه که شما حالا انتخاب میکنین در گذشته الله سبحانه و تعالی او را تایید کرده. بنان به هیچ وجه بعضی ها قومی و جد و جهد رسیدن به وصل خیش، قومی دیگر حواله به تقدیر میکنن. نفر میگی کار کو فعالیت بکن، میگه تقدیر مهمی رقمی بوده. این قطعا معنای تقدیر نیست، بلکه معنای تقدیری است که آنچه را که تو حالا خودت انتخاب میکنی او را در گذشته خداوند تایید کرده. چرا؟ خداوند به اراده ای انسان احترام گذاشته و انسان موجود مختار انتخاب کرده است. برادر دیگری به نام امان الله از پل چرخی تماس گرفتن. این برادر گفتن که من دو تا همسرم دارم، باز هم با یک دختر دیگر روابطی تلفنی داشتم. خدای یار جانت، یعنی هنوز در کنار دو تا همسر با یک کسی دیگه هم رابطه تلفنی می داشته باشی. برادر عزیز، ما به شما و پیش از شما به خودم میگم و بعد به دیگه بینندگان عزیز میگم، بله این درست است که حق ماست که ما بیشتر از یک همسر داشته باشیم، اما به شرط عدالت، به شرطی که توانمندیش داشته باشیم، به شرطی که ظرفیت داشته باشیم. و این حق هیچ بشری از ما گرفته نمیتونه، نه حقوق بشر، نه کسی دیگری، هیچ کسی گرفته نمیتونه. اما همو خدایی که برای ما حق داده که چند همسر بگیریم، او به ما گفته که حتی اگر ترسیدید که عدالت کرده نمیتونین، پس یکی بگیرید. و ای که شما با یک کسی دیگری تماس داشتین، طبعا این تماس شما گناه هست، این کار شما گناه هست، توبه بکنین و دربار حضرت حق سبحانه و تعالی باز است و توبه شما را میپذیره و انشاءالله که بعد از این که همون مدتی را که در زندان هستین سپری شوا بر بگردین، با یک انسان نو، با یک تفکر نو دیگر تصمیم بگیرین که به این گناه ها رجوع نکنین. و شما تصور نکنین که آدم با این کارها میتونه همین نفس سیر بکنه. باور کنین که اگر همه جهانم در اختیار این نفس بگذاری، باز هم از تو سیر نمیشه. در کنار از اینکه حق داری، الحمدلله همسر داری، یکی هم نه دوتا، به همونا قناعت بکن، پروردگار را عبادت بکن، حق از اونها را بجا بیار، حقوقشان را بجا بیار که فردا هر ظلمی را که در برابر از اونها انجام بیتی خداوند روز قیامت از تو پرسان میکنه و از هر مسلمان دیگری پرسان میکنه اگر شما را نبخشن. خب خواهر دیگری به نام تجلا از مزار شریف تماس گرفتن، گفتن که 1,30,000 افغانی پول نقد دارن و 90 گرام طلا هم دارن. خب خواهر عزیز، امو طلایتان جمع پولتان بسیار یک راه آسان و ساده شمی است که مثلا شما برین 95 گرام طلایتان در بازار ببینین که چند میشه، یعنی یک پول تقریبی اندازه میگن براتان، البته همون لحظه ای که شما زکات میپردازین، یعنی شرط همون لحظه ایست که شما زکات میپردازین، البته واجد شرایط زکات باشین، به این معنی که قرضدار نباشین، یک سال سرش گذشته باشه و خانه داشته باشین، یعنی نیازمندی های زندگیتان در مجموع داشته باشین، در این صورت پولتان پول حلال باشه. در این صورت شما برین باز این امی پولتان و امی طلایتان بگین که چند میشه، باز امی مجموعی پولتان ببینین یکی بر چلو میشه، چقدری که میشه اونمو سهمیه زکاتتان میشه، اون رو جدا بکنین بپردازین. خواهر کامله از سمنگان پرسان کردن که وقت نماز صبح تا چه وقت می باشه و گاهی ما از نماز ناوقت بیدار میشیم که روشنی شده چطور میشه. خب طبعا ما یک فجر صادق داریم، یک فجر کاذب داریم. وقتی فجر صادق میده ما نماز صبح آغاز میشه، طبعا اوقاتش دقیقا به ساعت در هر وقت و زمان فرق میکنه.
در همی لحظاتی که ما هستیم، در همی شب و روز، دقیقاً آخرین وقت نماز صبح تا حدودی 4:50 صبح وقت نماز صبح است. بعد از او شما هر لحظه ای که بیدار می شوین، ولو 4:55 باشد، 4 هرچی که باشد، در همون لحظه ای که شما بیدار می شوین، واقعا در خواب زدین، همون لحظه شما از خوابتان برمی خیزین و نمازتان قضا می آرین. اگر واقعا شما به خواب رفته باشین، یعنی آمادگی گرفته باشین برای برخواستن صبح از خواب، دیگر شما حتی نیازی فقط به قضا نیاز دارین. اما اگر آمادگی نگرفته باشین، همین تو قصدی خواب کرده باشین، شما نخست توبه بکنین و بعد نماز قضایتان را به جا بیارین. خب نماز با پنجابی و امثال اینها گفتن، نماز خواندن چیزایی که چاک داره، به اصطلاح پنجابیایی که چاک دارن، شبیه مردان است. خب اول یک نکته را خدمت خواهران عزیز و برادران عزیز عرض بکنم که در عصری که ما زندگی میکنیم، یک مقدار حتی گاهی آدم به مشکل است که تفکیک بکنم میان دختر و بچه. حالا به فضل دموکراسی در افغانستان آرایشگاه های مردانه هم از زنانه کرده بیشتر شده، و یکی از چیزهایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کرده این است که زنان لباس مردگونه بپوشند و مردان لباس زنانه. برای هر کدامشان شخصیت مستقل خود قائل است و اسلام هم فلسفه خاص خود در این باب دارد. به هر حال هر لباسی که شما را بپوشانه، به اصطلاح برهنه نباشین، چسب نباشه، با او شما میتونین نمازتان بخوانین. برادر دیگری به نام امان الله از بغلان تماس گرفتن. بله بفرمایید برادر. بله سلام علیکم، جرسن بخیر بیاد. سلامت باشین برادر عزیز، بفرمایید. یک سوال داشتم برادر. بفرمایید برادر عزیز. ما یکی دوست داشتم، یک 7 داویدم، او را دیگه آخر برداز گرفتم. پدرش یک 11 قلین مانده بود، امرو یک 10 دادیم، یک 1 مانده، امیرا بتیم رواست یا نه؟ خب شما یک دختر را دوست داشتین، پدرش 11 قلین گذاشته، درست؟ بله. خب این دختر خودش راضی است از آنچه که صورت گرفته؟ یعنی از این بله راضی است. بله به این 11 خود دختر راضی است؟ آه دختر می خیر است. خوب است، شما خیلی با برنامه باشین صحبت میکنید. خب برادر دیگری به نام محب الله گفتن که من یک دو پسر دارم، نامش حدیث ماندیم. بعضی ها گفتن که این نام دختران است، نه کسانی که گفتن اشتباه کردن، نامی بسیار قشنگ و زیباس و صورت مؤنث یعنی دخترانه ای حدیثه هست، نه حدیث. حدیث مذکر است، به اصطلاح نام مرد میتونه باشه و حدیثه میتونه که نام مؤنث باشه، و مثل که کریم، کریمه، نجیب، نجیبه و امثال اینها بهترین نام است، نام قشنگ است، برایش بگذارین، هیچ مشکلی نداره. برادر دیگری به نام امان الله از ولایت بغلان تماس گرفتن، گفتن که یک دختر دوست داشتیم و پدرش 11 قلین گذاشتن، یعنی تویانه. عشق است دیگه. ما پیش از اینکه سوال برادرت جواب بتم، به پدران عزیز و برادران عزیز یک توصیه بسیار کوچک و متواضعانه دارم برشون. خب به این مسئله میپردازیم، اما یک وقفه داریم، دوباره برمیگردیم. بینندگان عزیز، مجددا به برنامه خوش آمدید. و یک تماس داریم فکر کنم، بعد میریم به موضوع. برای بفرماین. سلامت باشین. اسمتان برادر عزیز؟ صدایتان قطع وصل می برادر عزیز. مریض دارم، گفتون خانم ما مریض است، ازداد بین روزو زن میگردم بچه شیر میده، حساب فضل است روزه رو بگیرانه. خب شیرده هست، روزه بگیرد یا خیر؟ با برنامه باشین صحبت میکنم.
با پرسش برادر امان الله از بغلان میپردازیم. خب اول بنادگان عزیز، گفتم یک خواست بسیار متواضعانه و کوچک از شما خانواده های محترم دارم که زیاد به قول معروف قیمت فروشی نکنین، زندگی را سر فرزندانتان دوزخ نسازید. شما میایین یک شروط را بالای کسی میگذارین در ازدواج که یک آدم باید 30 سال کار کنه تا که بتونه ازدواج بکنه. شما تصور بکنین وقتی برای یک کس 30 لک، 20 لک، 15 لک شما چیزی با نام تویانه بگذارین که تویانه هم یک اصلی در شریعت نداره، متاسفانه او مهریه یک امر جدا هست، بعد مهریه حق زن میباشه، او را خودی زن میگیره. به هر حال بعد تصور میکنین یک آدمی که 20 لک رپه میپردازه، 30 لک رپه در عروسیش مصرف میکنه، او چه حال میداشته باشه، چه وضعیت میداشته باشه. فردا همی دختر شما که به خانه از آدم میره چه حال میداشته باشه، با چی زندگی میکنه. به هر حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید خیر النساء اقلهن مغورا او کما قال النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی میگن بهترین زنان همانن که مهر کمتر دارن. خب یک تماس داریم، خواهر آرزو از امام صاحب از ولایت قندوز، بفرمایید. خواهر عزیز. بله سلام علیکم. علیکم السلام خواهر عزیز، خوش آمدید. من یک سوال داشتم. بفرمایید خواهر عزیز. من مدتی 7 سال میشه مرا پدرم با یک مردی زندار ازدواج که من درسته کردیم، فیران فیران تخل داریم، مدید تا حالا عذاب وجدان دارم به خاطر که شاید میگم مرا که دادن بالا وجدان کهن شد ظلم شوه یا عذاب میکشم به خاطر که تریف شد فشار بیایا یا کنم، در حالی که بین هر دیمانی فرقی نمیذاره. از خاطر این مدت 7 سال از نارسی کردیم هیچ خوشی رو نمیفهم، بای خاطر بسیار عذاب میکشم. آیا این گناه است؟ میشه میره برمان بگویم؟ خوبه، شما به خاطر از اینکه بالای یک خانم دیگه آمدین عذاب وجدان میکشین، درست؟ بله بله بله. آه شما با برنامه باشین صحبت میکنین. خب حالا مشخصا سوال امان الله از ولایت بغلان که گفتن با یک دختر دوست داشتم و بعد از دویدن های طولانی پدرش 11 لک افغانی مهریه قلین گذاشتن. خب من پرسان کردم که دختر راضی است؟ میگه بله دختر راضی است. خب وقتی دختر راضی باشه به عنوان مهری را قبول بکنم مشکلی نداره، ولی یعنی جواز داره به لحاظ شرعی. اما کاش که خواهران و برادرانمان و پدران بزرگوار از این گپ های لجوجانه دست بکشن و هیچ، یعنی شما فرزند وقتی 11 لک افغانی را گرفتین از این آدم چی میشه؟ او که 10 لک شتان است پرداخت، یک لک دیگه هم میپردازه، بلی شما میتونین با آدم که علاقه مند است این حق شما هست ازدواج بکنین، زندگی خوش انشاءالله داشته باشین. یک برادر دیگه از ولایت نیمروز تماس گرفتن، گفتن کسی هم شیرده هست و هم مریض است، آیا روزه بگیره؟ نه میتونه، اگر روزه گرفتن نمیتونه، روزه شانه بخورن و بعد سال بعد از رمضان که سالم شدن جور شدن باز روزه را قضایی بیارن. کسی دیگری از ولایت بغلان تماس هستن، از ولایت هرات نعمت الله برادر، بفرمایید. ولی سلام علیکم مالیسن، خوب هستن خیرتی؟ سلامت باشم برادر عزیز، خوش آمدین. سلامت باشیم. یه با تو هم از ایران تماس گرفتیم. مولای سر بر مشکل داشتم. بفرمایید در خدمت هستیم. مولای سر من 3 سال شده ایران هستم. ایران؟ مادر اینجا ما را نامزاد کردم. من از اون دختری که نخواستم او را نگرفته. یکی دیگه من دما گرفته. من از اون راضی نیستم. آیا این چی رقم میشه؟ من رفتن نامعلوم هستم. نامه اگر بیام و میگم نه. خب شما را با کسی نامزاد کردن و شما راضی نیستین، درست؟ بله ها بله. خوب است، شما با برنامه باشین صحبت میکنیم. خواهر برادری که از نیمروز پرسان کردن، بازم تکرار میکنم، زنی شیرده و یا کسی که مریض باشه و طبیب براش بگه که شما روزه تونه بخورین، میتونین که بخورین روزه تونه و در
بعد از رمضان هر وقتی که شما جور شدین روزهایی را که خوردین دوباره قضا بیارین. خواهر آرزو از امام صاحب قندوز تماس گرفتن، گفتن که مرا پدرم با یک مرد زندار به ازدواج درآورد و من چند تا طفلم دارم و هنوز هم عذاب وجدان میکشم که من بالای خانم دیگر آمدیم. خواهر عزیز شما، من نمیدونم به خاطر چه عذاب وجدان میکشین. ازدواج کردن، حاجی صاحب عبدالمبین از ولایت قندوز. بله حاجی صاحب بفرمایین. مولای صاحب بزرگوار، سلام علیکم، صحت مبارک. سلامت باشین حاجی صاحب محترم، خوش آمدین. خوش باشین. میخواستم که دو مسئله را، دو موضوع را ما شما پرسان بکنم که درباره با ما گند بزنید. درباره چی؟ یکی میخوا که در یک محیط، یک منطقه مردمی که زندگی میکنن. بله. حاجی صاحب محترم، صدای تلویزیون تان پخش بکنین که صدای تان انعکاس میکنه ما نمیفهمیم گپتان. بله. یکی خواهی که در یک ساحه محیط مردمی که زندگی میکنه یک تعداد ظالمین قیدامش بالای و مردم ظلم و تهدید خود را عنوان میکنه، خصوصا در شرایط تفنگداری مردم زیر تاثیر باران مرمی از اونها هستن، همین مردم مظلوم و بیچاره که فعلا تاثیر و تهدید قرار گرفته. اگر اینا یک دفعه قیام عمومی بکنه مقابل مردم ظالم بجنگه، اینا در پیش خدا و رسول و در پیش دولت آیا متهم میشه یا خیر؟ سوال. بله. بس همه سوال کفایت میکنه، همه را جواب بگین برای ما، روشنایی بدین. بس سلامت باشین آقای صاحب، با برنامه باشین صحبت میکنیم. خب یک وقفه داریم دوباره برمیگردیم. بینندگان عزیز مجدداً به برنامه خوش آمدید. خواهر آرزو از امام صاحب قندوز پرسان کردند که ما ازدواج کردیم بالای یک مرد زندار و پدرم این کار کرد و طبعا شما حتما راضی بودین. حالا چون من بالای یک خانم آمدم دیگه عذاب وجدان میکشم. خواهر عزیز چرا شما عذاب وجدان بکشید؟ ازدواج کردن با مرد زندار در صورتی که شما راضی باشید و در صورتی که اون مرد از خدا بترسه و تحقق عدالت کرده بتانه، گناهی که نکرده نداره. و شما میدونین که امروز یکی از مشکلات بسیار زیادی که در کشورهای اسلامی هست مسئله بحث تعدد ازواج است که متاسفانه غربی ها و شاگردانشان و استعمار در مجموع کسایی که طهارت و پاکیزگی را برای جامعه اسلامی نمیخوان هر لحظه تبلیغات میکنن، عاشق شدن، عشق کردن، روابط نامشروع، مچین فلان فلان، سریال های مبتذل و اینها وقت نشر میشن هیچ گپی نیست و هیچ گپی نیست. اما اگر یک کسی مطابق قانون خدا آمد با طهارت و پاکیزگی عروسی کرد، ازدواج دوم کرد، انگار کلانترین جرم در زندگیش مرتکب شده. این مسئله مسئله طبیعی است. شما مثلا همی فعلا به اساس یک آماری که وجود داره حدود 12 میلیون زن تنها در عراق وقتی عروسیش گذشته کسی نیست که با او عروسی بکنه. در هر کشور اسلامی همی رقمی چند میلیون زن، و یعنی گپ بسیار ساده است. اگر قرار باشه که هر مرد یک زن بگیره، زنایی که بیشتر میمونن چیکار بکنن؟ اما ای که یک نفر چند زن بگیره و یک نفر دیگه هیچ نمیتونه زن بگیره، این مشکل همین نظام هایی هست که چنین وضعیتی را بالای مردم آوردن. به هر حال شما با همو خانومی که به اصلاح انباقتان هست با او رفتار انسانی بکنین، حق و شریعت بکنین، در حقش ظلم نکنین، فرزندایش هم مثل فرزندان خودتان دوست داشته باشین، حق شوهرتان را به جا بیارین، مرتکب هیچ گناهی نشدین و هیچ عذاب وجدان نکشین. برادر نعمت الله از جمهوری اسلامی ایران تماس گرفتن، گفتن مرا با کسی نامزد کردن و من راضی نیستم. برادر عزیز،
شما با کسی که راضی نیستین ازدواج بکنین، ازدواج نکنین. شما از حالا که راضی نیستین بعد از اینکه ازدواج بکنین، هم زندگی خود خراب میکنین، هم زندگی خانم دیگر. این حق کس نداره که شما را مجبور بکنه که کسی را به شما نخواسته باشین به زور به شما بده. شما چه مرد باشین چه زن، این حق هیچ کسی به لحاظ شرعی نداره که شما را مکلف بسازه، مجبور بکنه که کسی را نمیخواین بگیرین. این حق شریعت و دین انسانی و گرامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و دین ما داده براتون و هیچ کسی حق از شما گرفته نمیتونه. حاجی صاحب عبدالمومن مبین از ولایت قندوز تماس گرفتن، گفتن اگر در یک منطقه ظلم است و مردم مظلوم قرار میگیرن، اگر قیام عمومی بکنن، آیا اینها در پیش خدا مسئولن، در پیش دولت مسئولن؟ ببینن حاجی صاحب، این مسئله بسیار باریکی ها داره و ما امیدوار هستم که با دقت به این گوش بکنن. در این هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره که اسلام با ظلم سازگار نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و قرآن کریم پیوسته مسلمانان بر قیام در برابر ظلم فرا میخوانند. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان و ده ها و صد ها آیت دیگری. و حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی که از پروردگار روایت میکنه، پروردگار در او حدیث میگه و عزتی و جلالی لانتقمن من الظالم فی عاجله او آجله، سوگند به شکوه و جلالم که از ظالم چی زود چی دیر انتقام میگیرم. یعنی حضرت حق به شکوه و جلالش سوگند یاد میکنه که از ظالم انتقام میگیره. دیگه از که انتقام میگیره و ممن را مظلوما فقدر ان ینصره فلم ینصره، و از کسی دیگری که ظالم میبینه و یا مظلوم میبینه در حالی که قدرت دفاعیش داره از او دفاع نمیکنه. یعنی خدا از این هم انتقام میگیره. و قرآن کریم یک قاعده بسیار زرین ذکر میکنه، لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کنین و نه ظلم قبول بکنین. اما نحوه و چگونگی مبارزه و قیام فرق میکنه. یک قاعده بسیار کلی این است که شکل و نحوه مبارزه و قیام دو چیز تعیین میکنه، واقعیت های اجتماعی و نیازمندی های دعوت. واقعیت های اجتماعی و نیازمندی های دعوت. یک زمان شما یک وقت قیام میکنین، حس میکنین که قیام خوب است، اما به جای از اینکه این قیام شما به منفعت تمام شود، نظم جامعه را برهم بزنه، یک وضعیتی به اصطلاح انارشیزم در جامعه به وجود میاره، همین است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه در سرزمینی که شما رفتین در اونجا سلطان وجود نداره، در اونجا انارشیزم است، بی‌بندوبارس، از اونجا رحلت بکنین. بنابراین ما باید راه‌ها و چگونگی مبارزه را بفهمیم. یعنی مبارزه تنها همین نیست که یک آدم تفنگش را بگیره، یک نفر دیگر را بگیره بزنه بگه من قیام کردم. شما میتونین مظاهرات که حق شماست بکنین، دیگه کارها یا غیر. من منظورم این نیست که تنها ما از راه دموکراسی میتونیم مبارزه بکنیم، از راه مشروع، یعنی آنچه که شریعت برای ما اجازه میده. مثلا خدای ناخواسته یک وهم و یک قیامی را میکنیم که نه تنها سودی را به ما نرسانده، بلکه هم برای دعوتمان، هم برای دینمان، هم برای مردممان یک مصیبت فاجعه کلان به بار میاره. لذا ایرا عقلای قوم، علمای سرزمین و آدمای نخبه بشینن با هم فیصله بکنن که چگونه باید در برابر این ظلم ایستاد شون. به هیچ وجه نباید در برابر ظلم سکوت بکنن، ولی نحوه و شکل مبارزه باید بسیار عاقلانه و درست تصمیم گرفته شود. خب به هر حال موضوع امروزی برنامه من مقتضای فکری لا اله الا الله بود که متاسفانه به دلیل نتانیسیم، به دلیل تماس های پیهمی برندگان عزیز نتانیسیم که به این موضوع بپردازیم. به هر حال باز هم به بخش های از این مسئله اشاره می کنم و باقی موضوع را انشاءالله در یکی از برنامه های دیگر خدمتان به عرض خواهیم رساند. به هر حال قابل تذکر می دانم که چنان که گفتم، مسلمان یک تصور ویژه خودش دارن نسبت به جهان، نسبت به انسان، نسبت به ارزش ها، نسبت به همه چیز. یعنی انسان مؤمن معتقد است که انسان، زندگی و همه چیز مخلوق و آفریده حضرت حق سبحانه و تعالی هستند. یعنی همه گی مخلوق خداست و بر همه چیز خداوند قوانین را حاکم است.
در قضایای علمی مسلمان مثل در قضایای علمی محض نه نظریات علمی یکسانند. مثلا همه چه کافر چه مسلمان اتفاق دارن که همه مواد وقتی که سرد میشوند به اصطلاح کثافتشون زیاد میشن و حجمشون کم، به خلاف آب که وقتی سرد میشه حجمش زیاد میشه و کثافتش کم میشه. این یک بحث علمی است که چه مسلمان و چه غیر مسلمان بر او اتفاق داره، اما در تفسیر این مسئله باز مسلمان و غیر مسلمان فرق داره. مسلمان ایره یک آیتی از آیات خدا میبینه و غیر مسلمان او را یک ارجاش میده و یک طبیعت کر و کوری که از یک طرف براش میگن که همه چیز میآفرینه و از طرف دیگر باز میگه چنان که داروین در کتاب تطور میگه همه چیز کر و کور است. طبیعت طبیعتی که هم میآفرینه و هم از سوی دیگر کر و کور است. این همی است که این دید با دید دیگری که جهان بی خالق میدونه و تصادفی میدونه همه چیز فرق داره. طبیعی است که وقتی ما تصور بکنیم که جهان تصادفی به وجود آمده است، پس انسان اخلاق چه معنا داره برایش، ضوابط چه معنا داره، قوانین برایش چه معنا داره. این دید با اون دید حیوانی دیگری فرق نداره. اولئک کالانعام بل هم ضل اولئک هم الغافلون. حتی حیوانات به قول استاد محمد قطب این برتری را دارن که دست کم غریزه ایشان اونها را هدایت میکنه و اجازه نمیده که تباهی و ویرانی بکنن. اما انسان وقتی به بیراه رفت قطعا باز غریزش هم یک قدرت دیگر نداره که او را از ویرانی و از وحشتگری که می آفرینه دوباره باز بداره. همیست که تاریخ انسانی شاهد است که وقتی انسان از این ارزش های معنوی و بلند توهی شده، فاجعه ای را آفریده در تاریخ انسان، وحشتی را خلق کرده که قطعا حیوانات چنین فاجعه ای را به بار نخواهند آورد. به هر حال مسلمان در کنار این همه مباحث معتقد است که مثل خودش همه جهان هستی تسبیح خدا را میگه و خدا را به پاکیزگی یاد میکنه. به هر حال بعضی مقتضای فکری لا اله الا الله یک بحثی دامنه‌دار و طولانی هست و خدا فرصت دیگری نصیب بکنه که در رابطه صحبت بکنیم. تا تقدیم برنامه دیگری که باز در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپاریم. خداوند یار و مددگار همه شما.